سلام به دوستان و همراهان خوب من، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من حسام الدین سلیمانی، مدرس و مؤلف عربی کنکور هستم و با تحلیل آزمون این هفته قلمچی در کنار شما هستم تا با هم دیگه این آزمون رو سوالاتش رو یکی یکی بررسی بکنیم. سوالی که در مقابلمون هستش سوال 1/4 ترجمه است. مثل همیشه ابتدای عبارت رو نگاه میکنیم تا اینکه بتونیم از یک فعل استفاده بکنیم برای حذف گزینه ها. فعلی که در مقابلمون هستش نکته داره. اگه دقت بکنی الف اول همزش بالاست، پس ا، حرکت زیر خ، پس میشه ادخل نی. فعلمون فعل امره. خوب دقت بکنید، متوجه شدیم فعلمون فعل امره. ادخل یدخل و ادخل. مگه فعل امر میشه که ا داشته باشه؟ تنها فعل امری که ابتداش ا داریم فعل امر باب افعال. یه نکته بسیار مهمه این نکته. خیلی خب، حالا با این دانشمون میایم سراغ گزینه ها. گزینه یک میگه وارد میشوم، فعلمون میداره، بنابر این گزینه یک رد میشه. گزینه دو میشه وارد کن، فعل امر داره دستور میده به دوم شخص مفرد هستش، کاملا صحیح. گزینه سه درآور، به معنی عبارت رو وقتی که بخونیم به معنی باز وارد کن هستش. در این مثلا جرگه من رو درآور، یعنی وارد کن. گزینه چهار داخل شده ام هم اشتباه فعل امر نیست، رد گزینه چهار هم اتفاق میفته. حالا دوتا گزینه ای که باقی مونده قیاس بشه تا اینکه بتونیم به نتیجه نهایی برسیم. و به رحمت خود مرا در زمره بندگان شایسته ات، در گزینه سه میگه در میان بندگانت که شایستن. اختلاف رو نگاه کنید، گزینه دو گفته بندگان شایسته ات، یعنی به صورت ترکیب مرکب ترجمه کرده. صورت سوال به من میتونه کمک بکنه، گفته عبا فی عباد کس صالحین، یعنی ترکیب مرکبه. یه اسم داریم بهش یه ضمیر چسبیده، بعدش الف و لام دار اومده، ترکیب مرکبه. هم ترکیب اضافی دارم هم ترکیب وصفی دارم. 1-3-2 ترجمهش میکنم. بندگان شایسته ات، بندگان شایسته ات. بنابراین گزینه سه رو هم رد میکنیم و پاسخ تستمون میشه گزینه 2.